به به، خبر آمد، خبری در راز. استاپ نده، من منتظرم تو بگی. یه لحظه هنگی میکنم. همه میدونن یه چه دمو خبره؟ خیلی خفن فکر کنم دیشب اومد آره دیگه. دیشب اومد. شایعه فیتپوری، دو تا هنرمند خفن، دو تا رپر فوق‌العاده با استعداد. خیلی با استعدادم واقعا. پوری که واقعا با استعداد توی نسل چاریا، من خوشم میاد از سبک رپ کردنش، خیلی خوشم میاد. من جفتشونو هستم، شدیدم هستم. آره ولی دو تا کسی بودن که من اصلا اصلا هیچ جوره فکر نمی‌کردم که بخوان با هم دیگه کار بکنن. یعنی از نظر سبکی دارم میگم، اما جدا هم کامل از هم نمیدونم، جالبه. فکر نمیکنم جدا باشن، فکر میکنم به هم میخورن. به هم میخورن فکر آره. میکنی؟ حالا این ترکه همین الان که نمیاد، ما رو به میاد؟ انتظار فکر کنم عید میخواد بیاد، یعنی تقریبا یه ماه دیگه تقریبا. آره. هم پوری داره آلبوم جمع میکنه، هم شایه داره آلبومش رو جمع میکنه که گفتش که فعلا آلبوم رو پیش فروش نمیکنم، عید میخوام این کار رو انجام بدم. جفتشون خیلی خفنن. آره من جفتشون رو خیلی دوست دارم. شایه که همیشه توی پلیلیست موزیک گوشی من هستش. گادپوری هم چون تازه شناختم بعد این بیفا بیشتر شناختمش. آره. قبلا واقعا نمیشناختم. به نظر هست. من خیلی قوی رپ میکنن کلن، که کارشون درست است. کارشون درست نبود که انقدر چیز نمیشد، انقدر طرفدار نداشتن و انقدر بزرگی نمیشدن. ما فکر کردیم دیشب این ترکه اومده یک لحظه. آره یه لحظه فقط دیدم مثلا شایع و فیتگاد پوری بلند شدم، داد زدم گفتم بلند شو چه ترکی پاشو همین الان بریم. 12 شب یک شب بود. بعد تو نگاه کردی دیدم تایمش یه دقیقه است، گفتم دمو خواهر من دموش اومده. ولی الان اومدیم دموشو با هم بریم گوش بدیم، چون یه ماه انتظار خیلی سخت هستش. اینستاگرام های ما ایدیاش این بالا میاد، اگر دوست داشتین میتونید اینستاگرام ما رو دنبال بکنید. امشب توی چنل چوس نمک ویدیوی سم داریم به موزیکای رپ خیلی سمی. یه آره. ریاکشن هست و مثبت 18 است کاملا. اگر چیزای مثبت 18 خوشتون میاد و توان شنیدن جنبتون بالا، آره جنبتون بالا هستش، بیاین ببینید اونجا. براتون لینکش حالا رو یه کوتاه شما اینجا پلی میکنیم. آره. رو لینک میتونید بزنید بیاید تو الان نه شب. آره الان بریم این خداها رو لیتس گو. برای سقوط این نظام امروز کل ایران متحده. 3 2 1 داشم کارا، داشم شایه پوری، من چی؟ آقا مهدیار. من توی چی؟ مهدیار چی کار است این وسط؟ مهدیار چه کار است؟ شایست بکنم. پوریه نگاه کن. یه حومت همین را صداش دستور نمیده مغزم بدنم وسطن، همه اهل دلاش نمیدونن اصلا چه رقصی و بلده. آقا غلط غلط کن میگه، غلط کن وایسا. اصلا یه سبک جدیدی توی رپ به نظر من اضافه شد. آره. و خواهد شد با این ترک، به خاطر اینکه یاد پوری افتادم که توی بوسکش گفت رو دیریل میکنم ام شو. الان داریم همونو میبینیم. آره میگه همیرا اومده صداش، من مغزم دیگه کار نمیکنه، دستور نمیده به بدنم. چقدر خفن. عید میترکونیم ما با این، یه ذره شادی و نیاز داشتیم. آره. یعنی هممون یه ذره دپ بودیم. بعد تیپ دو نفر رو نگاه کنه، اصلا گنگ لات از این کف خیابونی های حال لش. ندارم حال ندارم. میزنم یه ذره عقبتر دوباره از اولش، خیلی خفن شروع شد. یه حالت کردی داره. آره آفرین. پو 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 هم حسن میشه. یه حومت همین را صداش دستور نمیده مغزم بدنم وسطن، همه اهل دلاش نمیدونن اصلا چه رقصی و بلده. بیتارو وسطم یه تک دستور نمیده مغزم به بدنم. صداش نشسته رو هم، اشتباه میکردم، خیلی نشسته به هم. آره منظورشون اینه که ما داریم میرقصیم نمیدونیم چجوری برقصیم انقدر بالاییم. بعد و امیدوارم این رقص شادیه برای عید زمانی باشه که جمهوری اسلامی رفته باشه. یه جشنی. دلم اینو میخوام. امیدوارم یه جشنی بشه که این آهنگ موندگار بشه توی این ذهن و قلب. اصلا فقط با این برقصین برای اون جشن بزرگه. 100% میاد، دیر نیست، انقلاب هم ادامه داره. آقا دستمال بردارم برقصم باش. خب بریم. بیس بازم علقم که سکر فوش نمیاد در دهنم. ویلا اسم ترک واویلا هست، یادمون رفت. آره. پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیامرز هایده مسی و شهره فروح لیلا.
به به بله کن هرچی که داری بسم الله چای پوریا برام چاوشی پومش آفرین چقدر خوشم اومد. ببین پاپ نمیدونم موسیقای قدیمی فرق میکنه. هایده، همیرا، لیلا، شایه، محسن چاوشی، پلی کن دلمون شاد شه، فقط پلی کن برقصیم. این درسته نه که شما پس اگه رپ گوش میکنی حتما میره هیپ هاپ هم گوش میکنی. آره کسر جدنیه پاپ هم گوش میکنی. اصلا به اون کار نشوش. پوری کلن خیلی مشتیه، از اینایی هستش که از کف خیابون اومده بالا، میفهمی منظورم چیه؟ شایم همینطوره. شایه رو من خوب زیاد نمیشناسم، پوری رو خیلی بیشتر میشناسم، ولی از استایلش و سبک خوندنش دارم شایه دارم خب از چیزه. استعدادهای حسین بوده. آه. ولی میدونم که اونطوری هم نبوده که خیلی داشته باشه، میدونین همینطوری خاکی. آره بریم برام چاوشی پومش مهران داداشا سلیمانی پاپو سلیمانی مالوم رهمانی مالوم رهمانی. این یه ترانه فولکلور کردی فکر میکنم باشه. پاپو سلیمانی مالم نمیمانی مالم نمیمانی، که فکر کنم شهرام ناظری هم این ترانه رو بازخوانی کرده یا خونده. به معنی پاپو، به معنی پاپو سلیمانی، سلیمان که همون سلیمان نبی هستش فکر میکنم، و پاپو به پرنده هدهد میگن، به پیام‌آور شادی و شور و شعف میگن. داره فکر میکنم منظورش همین هست، یعنی همون فولکلور اینا رو داره. اینا هم فکر کنم میخوان چیزو بدن دیگه، اون حس خوب شادیو. رفتن جمهوری چسلامی رو میخوان نویدشو بدن و امیدوارم که این اتفاق بیفته. چقدر حس خوبی چه داره ترکی. این ترک کاش زود میومد، کاش همین الان بود، بریم تمومش کنیم. وای فوق‌العاده است. پاپو سلیمانی پاپو سلیمانی مالوم رهمانی. چرا صدای پولی میاد؟ چه شب مشکی تموم شد. وای تحمل ندارم بیاد سلطان ها، تحمل اصلا ندارم بیاد. چه دموی بود و چقدر من تیکه سنتی خوندن پوری رو دوست داشتم. آره خیلی به صداش چقدر به صداش و جالبیش اینه که پوری شمالی هستش و کردی داشت میخوند و چقدر قشنگ اجرا کرد. به نظر من که خیلی چیز حالا شاید خیلی نزدیک به لحجه کردای عزیز نبود. آره ولی قشنگ اجرا کردش. آره. قشنگ اجراش کرد. خب پوری رپر هست ولی قشنگ اجرا کرد و 100% که کسی که رپ میخونه قدرت داره، قدرت داره. یعنی فن بیان خیلی قوی باید داشته باشه و پوری هم جزو یکی از اون آدم ها. شایه از این آهنگا داره یه دونه داره چند برام تایی. یه بار بذار. آره بعد بذاریم بریم بالا باش. من که حال کردم امیدوارم زود بیاد و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. اینستاگرام های ما ایدیاش این بالا میاد. دیگه تحمل ساب کردن ندارم برای این ترک. امشب بیاین تو اون چنل دیگه. با جنبه هاش لطفا. کسننه خایعنی یادم رفتش اسمشو، از بس انیه. ولش کن بابا. بای.